باشندگان عراق صدای انفجار و بعدا گلوله باری سنگین را از زون محافظت شده پایتخت شنیدند تصاویر نشر شده صدمات وارده بر محل سکونت صدر اعظم عراق را نشان میدهد برخی رهبران مقتدرترین احزاب ملیشه های وفادار به ایران آشکارا مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق را به خاطر درگیری روز جمعه و مرگ یک اعتراض کننده مقصر خواندند اما هیچ گروهی مسئولیت این حمله را تا اکنون بر نگرفته است کازمی بعد از این حمله در یک ویدیوی منتشر شده دفترش نشان می دهد که او امروز یکشنبه شنبه ریاست جلسه فرماندهان امنیتی را برای بحث راجع به این حمله تیاره بی پیلوت به عهده دارد. منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که شش محافظ شخصی کازیمی بیرون مقر سکونت او در منطقه محافظت شده زخمی شدند. خبرگزاری دولتی آی این ای عراق به نقل از قول سخنگوی وزارت داخلی آن کشور گفت که سه تیاره بی پیلوت در این حمله استفاده شد که از آن جمع دو تیاره هدفگیری شد و توسط نیروهای امنیتی سرنگون گردید در حالی که سومین تیاره بی پیلوت محل سکونت صدر اعظم عراق را هدف قرار داد یک سخنگوی حکومت عراق گفته است که وضعیت امنیتی داخل زون محافظت شده ثابت است این حمله دو روز بعد از درگیری خشونتبار در بغداد بین نیروهای حکومتی و حامیان احزاب سیاسی طرفدار ایران که اکثریتشان جناهای مسلح هستند رخ داد این آرامی در پی از دست دادن دهها کرسی این گروههای مسلح در پارلمان در انتخابات دهم اکتوبر اکتبر میباشد برهم صالح رئیس جمهور عراق در توییتر نوشت حمله دهش دفکنی که صدر را هدف قرار داد تخطی خطرناکی است و یک جرم محکومی است که علیه عراق ارتکاب یافته است لستروس وزیر خارجه بریتانیا حمله بر مصطفی کازمی صدر اعظم عراق را محکوم کرد و همبستگی خود را با حکومت نیروهای امنیتی و مردم عراق در رد خشونت سیاسی اعلام کرد نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ضمن محکوم کردن این حمله گفت این عمل ظاهرا دهشت قلب حکومت عراق را هدف قرار داد سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران این سوء قصد علیه کاظمی را محکوم کرد و به طور غیر مستقیم ایالات متحده را مقصر دانست عربستان سعودی بیانیه‌ای را در حمایت از ثبات در عراق صادر کرد و گفت این کشور قویا حمله دهشت افکنی را که صدر عراق را هدف قرار داد محکوم می کند. امروز رهبران مصر، فرانسه، اردن و لبنان نیز با کازمی از طریق تلفنی صحبت کردند. محمد احمدی تلویزیون آشناس آمریکا، واشنگتن.